با درود و سلام خدمت شما دوستان معزز، انشاءالله صحتمند سرحال باشین و از گزند روزگار در امان الله باشین. دوست دارم که سخنهای ما از این قسمت شروع کنم که پروردگار جهانیان در وجود تمام آدمیان و انسانان نفس گماشته است به خاطر ابتلا و آزمایششان در دنیا. این نفس مخصوصا زمانی که اصلاح نشده باشه انسان به موارد و یا به اعمال گمراهانه دستور میده. قسمی که در سوره مبارکه یوسف کلام مازون پروردگار جهانیان میخوانیم، چی زیبا میفرمای پروردگار جهانیان: ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. بعضا مفسرین میگن که همسر عزیز مصر میگه، یا خود حضرت یوسف علیه الصلاه و السلام از زبانش پروردگار نقل قول میکنه و حکایت میکنه با خاطر پند اندرز ما از نفسم بیزار هستم، از نفس به الله پناه میبرم. بدون شک که نفس انسان بسیار به کارهای زشت و ناپسند دعوت میکنه. از همین جاست که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در روایت مهربانی میکنن که انسان زیرک هوشیار دانا کسی است که نفس خودش ناخته است. الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید انسان زیرک کسی است که از وساوس نفسانی خود، از نکات ضعف نفس خود با خبر است و جلو و طغیانش گرفته است و به فکر آخرت است و به خاطر جهان آخرت خود توجه بیشتر دارد. و انسان بیچاره کس است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم: والعاجز من اتبع نفسه هوا و تمنى على الله الامانی. و انسان عاجز کسی است که از خواهشات نفسانی پیروی کرده و نسبت به الله آرزوهای دور دراز داره، اعمال فسق و فساد انجام میده، بعد خداوند بخشنده است، خداوند مهربان است، با خون یک کس، با مال یک کس، شرف یک کس معامله میکنه، بعد می پروردگار بخشنده مهربان است. بدون شک الله بخشنده مهربان است و این بخشش الله شامل همگی، شامل کسی که مخصوصا حق بندگان دیگر خورده است. این بخشش الله زمان شامل چنین افراد اشخاص میشه که او بنده از حق خود بگذره. بر صورت دوستان معزز، پس این نفسی که در وجود ما گماشته شده است، این رتبه و موقف و مقام نمیشناسه. یعنی کسی گفته نمیتونه که این دکتر است، دیگه دکتر بری و ذمه است، اصلا هیچ وقت در مسلک خود خیانت نمیکنه. بله ممکن دکتر در مسلک خود خیانت کنه، انجینیر بله ممکن است در مسلک خود خیانت کنه، و همچنان یک اقتصاددان، یک سیاستمدار، رئیس جمهور و وزیر، هر کس در واقع از نفس برخوردار است، ممکن است طغیان کنه. و به مو زبان ساده تر بگویم، ملاها نیست، علما نیز از شر این نفس در امان نیستند. ممکن در بعض اوقات یک عالم دین اگه اشتباه کنه، یک کس که معمولا علمای دین در افغانستان ملا میگن، ملا به فرموده شما که اشتباه کنه، بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دیگه هیچ کس از گاه اهل سنت جماعت معصوم نیست، هیچ کس معصوم نیست، هر کس ممکن خطا کنه. ما در تاریخ داریم، نمیخوایم بحث طولانی کنم، حضرت عمر فاروق اشتباه کرده، حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی به می شکل، حضرت ابوبکر صدیق به می شکل، اصحاب دیگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به می شکل اشتباهات کردن، خطایایی داشتن در زندگی ایشان. و انسان اگه خطا نکنه باز لذت بخشش الله رو بر صورت نمی چشه. و همه قسم شما بزرگان دیگه دین زندگیشان مورد مطالعه قرار بدین، بدون شک اونا اشتباه کردن. بر صورت هدف ما ای از زمانی که یک دکتر، یک انجینر یا یک اقتصاددان اشتباه میکنه یا قاضی اشتباه میکنه، ما خود اون علم را که انجینر و دکتر فرا گرفته است، اون را مورد مذمت و بدیخ قرار نمیدیم. آیا منطق قبول میکنه که بگویم امی علم طبابت بسیار یک علم بد است، بسیار زشت است، به خاطر سکه دکترای خائن است، که چه قسم انسان‌ها را خیانتکار به بار آورده، یا علم انجینری را بگویم، یا بس مسائل اقتصادی را بگویم، موارد اجتماعی را بگویم، یک کس از بالاخره مثلا یک دهقان بسیار خوب است، این دهقانی را مثلا به شکل هم نظری، هم به شکل تئوری و هم به شکل علمی فرا گرفته است، ممکن است خیانت کنه، در اون زمین کوکائین و امثالش کشت کنه، ماد مخدر کشت کنه. ما نمیم که پوانزه یا دانشکده زراعت بسیار یک دانشکده بد است. پس به عین شکل مولوی ها یا در کل یک کسی که عالم است در زندگی خطا میکنه، پس انصافا منطقا ما نباید جواب بگیریم، بر علیه علما جواب بگیریم
و بر علیه وارثین انبیا جبه بگیریم و بگیم که اسلام یک دین خشن، یک دین وحشت و دهشت. کسایی که ایمان ندارن به کلام الله و رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، از اونا هیچ گونه گله نداریم، از اونا هیچ گونه گله نداریم. عمو سعدی صاحب میگه، میگه بیگانه صد بلاخره سیلی بر روی بزنه هیچ باک نیست، ولی از خود یک موی نمیپذیرم، اندازه یک موی اگه به ما جفا کنه را نمیپذیرم. برس صورت متاسفانه بس مسئله دین ستیزا از یک جنو و یک سیری از جوانا و یک افراد اشخاص که از روی احساسات صحبت میکنند در ارتباط به مسائل شریع و دینی از دیگر طرف، از دیگر جنا. دوستان معزز، هدف ما از ثبت این برنامه بود که عزیزای پیام مانده بودن و کلیپ های از آقای جمیل قادری بر ما روان کرده بودن. یک جوان فعال است در صفحات اجتماعی، معمولا برنامه های پخش و نشر میکنه، معلوم میشه خارج از کشور زندگی میکنه. البته انصافا زمان که ما یک کسی را میایم نقد میکنیم، مثلا دوستایی که خواستن کلیپ هایی که آقای جمیل آقای قادری ثبت میکنه پیرامون از ما بپردازم، اکثرا در ارتباط با مولوی ها یا علمای دین میای صحبت میکنم و صحبت هایی دارم. ما یک چند کلیپش به نسبت مشغله های بیش از اندازه نتونستم تمام ویدیوهای آقای قادری رو ببینم، فقط یک یا دو کلیپ شما دیدم، مخصوصا کلیپ هایی را که دوستا روان کرده بودن. دوستان معزز، انصافا زمان که ما یک کس را نقد میکنیم، هم جنبه های خوب نقد کنیم و هم جنبه های که اشکال برانگیز است. مخصوصا ما باید روی قد و قیافه و شکل شمایل یک کس هیچ جسارت نداشته باشیم که بیاییم یک کس چهرهش و بالاخره شخصیت ظاهریش بیاییم نقد کنیم. این از دیدگاه مسائل شرعی هم درست نیست و از دیدگاه منطق هم اصول نقد کردن هم اینست، ولی آن چیزی را که میگه ما میتونیم پیرامون صحبت کنیم. چون آقای قادری در اکثریت از کلیپ های خود، قبل از این ما برم صحبت های آقای قادری نقد کنم، انشالله که ما تخلصان اشتباه نگویم، یک چند مورد است که میخوایم قبل از قبل بگویم. اول دوستان عزیز، این نقد نقد دوستانه است. خدا شاهد است که آقای قادری را ما طرز صحبت کردنش خیلی دوست دارم، جوان فعال است بسیار دوست دارم، جوان مؤدب است بسیار دوست دارم، در واقع قسم جوان ها رو میبینه انرژی میگیره، دوست دارم و طرز پوششش لباس بسیار آراسته منظم ظاهر میشه، بسیار زیاد دوست دارم و همچنان چگونگی صحبتش در اکثریت کلاب هایش بسیار زیاد دوست دارم، یعنی خوب صحبت میکنه. یعنی هدف ما این نیست خدای ناخواسته ما آل جمیل جان بخوایم نقد کنم آنچه که در ارتباط با موارد شرعی گفته است، و شما تو فکر کنین که از یک نقد مخاصمانه است، نه هرگز قسمه گپ نبوده. و چیزی که زیاد جالب است، خود آقای قادری در سایت کلپا میگه اگر من اشتباه میگم شما مرا بفهمانین، ما اشتباه میگیم شما ممکن میگه من اشتباه درک کرده باشم قضیه را، شما مرا بفهمانین. و این دقیقا دوستای عزیز کسایی کلام این جمله را به زبان میاره که انسانهای متوازی هستند و انسانهایی هستند که اشتباهات خودان زود در واقع اینا میپذیرن و قبول میکنن. به هر صورت ببینید در قسمت یکی از کلیپ هاش، در قسمت اخیر کلیپ میگه اگر من اشتباه در واقع موضوع را از پیش برداشت کرده باشم شما مرا بفهمانین. اگر من اشتباه فکر میکنم لطفا مرا کمک کنین. بگو جمیل نه، این گپ تو غلط است، اینی درستش است. خب میگه اگر من اشتباه گفته باشم یا اشتباه میکنم بر ما بفهمانین که نه جمیل، این گپ درست نیست و صحیحش است. پس درست است جمیل جان، موردی را که خودت در بعضی از کلیپ ها پیرامون صحبت کردی، ما حالا میخواهیم که اشتباه برداشت کردی خودت، او را به خودت بفهمانم. میریم این قسمت یکی از کلیپ هایش، میبینیم آقای قادری وجود که جهان فعال است ولی فکر میکنم در عرصه بس مسائل اسلامی ها تخصص نداره، اما معلومات الحمدلله از دین مقدس اسلام داریم. ما معلومات ما به اندازه ای است که همو زندگی عبادات شبانه روزی خدا باستی از او میتونیم الحمدلله منظم کنیم، تمام افغان ها الحمدلله علمیت دارن، ولی یک سری موارد دیگه بس فتوا حلال الله را حرام کردن، حرام الله را حلال کردن، این یک خط قرمز است که ما باید به نزدیک نشیم. آدم های متخصص بیان در ارتباط به حلال ها و حرام ها نظر و دیدگاه بدن و فتوا بدن، ما اهل فتوا نیستیم
و در این مرتبه مقام هم نیستیم. دیگه از کلپ های خود آقای قادری فتوا میده. فتوایشون چی است؟ و آله رسیده زمان فتوا دادن شیخ عبدالجمیل قادری. او گپ مایی است برادرای عزیز خواهرای محترم که دیگه در پشت ملاها نماز نخوانین. دیگه در جماعت در مسجد نروین. آقای قادری میگه من یک فتوا میدم. فتوای من ای است که دیگه در پشت ملاها نماز نخوانین و دیگه در پشت اینا دیگه به مسجد نرین و پشتون به جماعت استاد نشین. برادر عزیزم قادری صاحب، این سخن بسیار یک سخن بزرگی است. بسیار یک سخن بزرگی است. تا به تحمل این سخن با والله سوگند که زمین و آسمان ها نخواهد داشت. چگونه حکم الله را تو میخواهی تعطیل کنی؟ چگونه حکم الله را که واجب است نماز خواندن و رفتن به مسجد تو را میخواهی فتوا بدی و تعطیل کنی؟ من مطمئن هستم که این مغرضانه نیست، از روی نافهمی شما این گپ و این فتوا را میتین. شاید در ذهن عزیزا سوال خلق شوه که امکان نداره که آقای قادری دفتن این فتوا را. کلیپ شاید شما نگاه کنید در ارتباط با بس مسئله مولوی ها است و میای مقدمه چینی میکنه که چرا مولوی ها در ارتباط به انتحار، انفجار، امثال موارد صحبت نمیکنه، پیش از اینا شما نماز نخوانین. اگر رسانه ها را خودت تعقیب کرده باشی با والله سوگند زیاد گفتن، علمای زیاد متاسفانه شما میبینین که ترور شده و گذشته از این، ولو این که اینا، ولو این که اینا به می چیزام که خودت میگی فتوا نداده باشن یا در کل صحبت نکرده باشن، توی جسارت و جرأت باید نداشته باشی که با دهن پر بیای بگویی که در پشت مولوی ها استاد نشین و به جماعت نرین. این بسیار یک سخن بزرگ است. اما که سوریم بارکه کف میخوانیم میگه سخن بزرگی از دهانشان بیرون میشه. سخن بزرگی از دهانشان بیرون میشه. این یقولون الا کذبا، اونا نمیگن چیز مگری که دروغ. و هیچ وقت عمل ناشایسته، چی مولوی باشه، چی ملا باشه، چی عالم دین باشه، اشتباه کرده باشه از روی خواهشات نفسانی، هیچ وقت سخن ناشایست از روی نمیشه که تو یک امر دین بیایی تعطیل کنی. چرا نمیگی که به خاطر رفتن به نماز و به جماعت خوب است که دقت داشته باشیم در گماشتن اماما و علمای رهبانی و واقعی؟ چرا این را نمیگی؟ چرا در اصلاح، پیرامون اصلاح ما صحبت، اگر ما اشتباه داشتیم چرا پیرامون اصلاح ما صحبت نمیکنی؟ چرا میخواییم دین ستیزا از یک جانب و متاسفانه حتی کسایی که حالا دفعه خدای ناخواسته نیست، خود دین ستیز هستی، فهمیده ماشه ماشاءالله از یک فامیلی با دیانت و الحمدلله خود مسلمان هستیم، در صحبت معلوم میشه که در آغاز برنامه بسم الله الرحمن الرحیم میگی فهمیده میشه، هدف ما این نیست یک تاپا به جبین خود بزنم، هدف می هسته که ما چرا باید بیاییم در صدد تخریب باشیم؟ او دیگر را که تخریب میکنه به سر جایش. خود که یک جوان فعال، رشید، آگاه و مستعد هستی، خودت از خودت زیادتر گله ما میای دیگه. این سخنت اشتباه است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن که ما دوست دارم جای خود امام مقرر بسازم و برم به خانه های کسایی را اونا را از خانه ها بیرون کنم که اونا به نماز جماعت نمیان. چطور آیه های متعدد در قرآن ورکه و معراکین، الله دستور میده با رکوع کنندگان شما رکوع کنین، نماز جماعت با جماعت، و خودت عام میای صحبت میکنی عام. من این فتوا را میتونم که دیگه اصلا میگیم به مساجد نرین و جماعت نماز نخوانیم و این کار بسیار اشتباه است. خب بیشتر میریم پیش همچون ملاهایی که ریش این قمه مونه فقط دسته جارو واره، پیش از یار روان نکنین، تباه و برباد میکنه اولادتان آینده شانه. به خاطر در مغز یک طفل زمانی که در خردی یک چیز داخل شد و او را قبول کرد، او تا لب گور امرایش می باشه و او گپ فکر میکنه که حقیقت داره. بازم نقطه سر خط. ما پیشتر هم گفتم ممکن یک دکتر اشتباه کنه، یک انجینر اشتباه کنه، افراد ریش دار بی ریش، هر کس ممکن است اشتباه کنه، ولی به معنای این نیست که ما بیایم روی قیافه کسی روی ریش کرد. سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تو عام میای صحبت میکنیم، پیش کسایی میگن اولادایتون روان نکنین که ریششان به مثل جارو بس. و این سخن بسیار سخن زشت است. یک متر مثل جارو، نیم متر مثل جارو، با یک
تشبیهاتی بسیار زشت و زننده آقای قادری بسیار زشت است، بسیار خجالت آور است و اصلا به جوان آگاه یک آدم مثلا کوچه ای می بود و بالاخره یک آدم بی سواد و کم سواد می بود اشکال نداشت، چون به اندازه مغز خود صحبت میکنه، ولی خودت چرا یک جوان آگاه و فهمیده بگین به نزد کسایی نرین که اینا اسلام دکان دین فروشی ساخته. این حرف درست است، فرق نمیکنه، ممکن یک آل به عنوان مثال برتون من میگم، مثلا برتون میگم ممکن است یک آدم باشه سخن حق الله را برات میگه، سخن حق الله را برات میگه ریش داره، خب چی اشکال داره آدم بره به نزد کسایی که سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، ممکن الله یا به ما توفیق نداده باشه، مثلا من ریش ندارم ظاهرا، اگرچند الحمدلله تخصص در مسائل اسلامی دارم، حافظ قرآن هستم، حتی تا دوره ماستری در شعبه تفسیر و حدیث درس خواندم، ولی هیچ زمان ما نگفتیم که ماندن ریش چنین است و ماندن ریش چنان است، و خودتام که تازه مثلا ریش تا کلا تراشیدی قص حق زیر نداره که بگی تو از دین بیرون شدی، تو کافر شدی، تو مرتد شدی، درست است؟ به عین شکل تو نباید به روی سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آل بس موارد ریش ما نمیخوام اینجا بس کنم، یک بس بسیار طولانی است. ای کاش که الله به هم ما شما توفیق بده که به تمام سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما عمل کنیم، بعض اوقات ممکن الله توفیق نده و همچنان از جال سهلنگاری خود ما باشه، کمترین کار را که کرده میتونیم اویی است که ریش مورد تمسخر قرار ندیم، سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مورد تمسخر قرار ندیم، و الایی که مبادا که تحت وعید این آیه سوره بارکه توبه واقع شویم. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. از ایشان اگر بپرسی که چرا روی این موارد شما صحبت میکنین یا تمسخر میکنین، چرا ریش تمسخر میکنین، چرا مثلا طرز پوشش که از سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تمسخر میکنین، لیقولن نمیگه انما کنا نخود و نلعب، بیادر جان من خواه کافر مرتد خواه نیزم، فقط از باب مذاق یا از باب اصلاح و فلان، بس من دلیل دلائل قرآن میگه، دلیل دلائل میارم. به ایشان بگو چی که قل لا تعتذیرو، و ایشان بگو که هیچ عذر نبیارین، این درست نیست که با قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، آیا الله و پیامبرش و نشانه های الله و پیامبرش مورد تمسخر قرار میدین؟ این خیلی خطرناک است، شما عرفتان بگیرین. پیشتر میریم، بالاخره از طرف فامیل روان شدن در ملایی، و حالا اگر بخواین که از ملاگری دستان بردارن، ولی چون دورش تحصیل کردن دیگه رای ندارن، مجبور هستن. میگه یک تعداد ممکن است از طرف فامیل به ملاگری فرستاده شده، رای برگشت دوباره ندارن، نخیر این چیز صحیح نیست، فامیلا معمولا در افغانستان اولاد خود به خاطر فرا گرفتن قرآن کاموختنش یک چیز واجبی است، تلاوت کردنش که مهم ما باید یاد داشته باشیم، با مساجد روان میکنه، بعد وقتی که از مکتب فارغ میشه تصمیم به دست خودش است. ما با عمو خواست و تمایل درونی خود در این رشته تحصیل کردیم، مر هیچ کسی الحمدلله نه مکلف ساخته و نه معذب این کار ساخته است، البته از طرف فامیل میگم. و در صنف ما فهازا فقس، چی در دور لسان چی در دور ماستری، کل کسایی که با شوق و با رغبت آمده بودن و افتخار میکنن که مسائل شرعی، و تازه این مسئولیت خود تام است، مسئولیت اما ما و شما است که مسائل شرعی را فرا بگیریم. کسایی که در مسائل شرعی تخصص پیدا میکنن بعد بر از اون میگن ملا در افغانستان، و بنابراین خودت مثلا نباید که حالا به این اشکال بگیری که اکثریت اینا که ملا هستن از طرف فامیل روان شدن و مثل یک مسیر بی بازگشت دوباره پس نمیتونن باز بگردن. خب بر صورت دوستان عزیز، مو اشخاصی که در داخل مغزتان یک تلسم است که میگن اگر ما درباره خداوند سوال کنیم، اگر درباره پیغمبر ما سوال کنیم، اگر درباره قرآن شریف ما سوال کنیم، یک بلای آسمانی، یک آتش میاد فرق ما میخوره، ما را میسوزونه، ایگه پایتان کاملا غلط است. سوال کنین درباره امامایتان، درباره خلیفا، درباره نامش کسی که شما امیال تصور میکنین، سوال خلق کنین برادران عزیز، سوال خلق کنین، ببینین که شما یک روز، یک ساعت، یک هفته، یک ماه، هیچ چیز نمیشه شما را، هیچ چیز نمیشه دوستان عزیز.
با این گپ خودت من بدین شک موافق هستم. سوال کنین در ارتباط با مسائل دین، سوال کنین و دقیقاً این مورد است که قرآن هم با او تشویق ترغیب کرده ما را، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چیزی را که نمیفهمین از صاحبان تخصص اهل ذکر پرسان کنین. هیچ اشکال نداره در ارتباط به شخصیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله، مورد سیاسی، در ارتباط به فرموده خودت امامان، در ارتباط به خلقت آسمان ها و زمین میتونین، در ارتباط به فرشتگان، در ارتباط به وقایعی که در قیامت شکل می گیرم میتونین سوال بگیرین، سوال کنین، هیچ اشکال نداره و من مطمئن هستم هیچ کسی اشکال هم بر شما نمیگیره که چرا شما این سوالا رو مطرح میکنین. و حرف خود دقیق است، نه سنگ آسمانی میای نه شاب سنگ به فرقتان میخوره، هیچ اشکال نداره دوستان عزیز این سوالا رو کنین. من الحمدلله 5 سال مکمل در برنامه لایف، برنامه لایف اسلامی بود به نام رسالت، ما برنامه داشتیم، علما می اومدن سوال میکردن، بعض اوقات سوالای عجیب غریب و مطرح میشد و الان بر بسیاری برنامه ها هست در تلویزیون ها و رسانه ها شما ببینید برنامه لایف هست، مردم زنگ میزنن سوال میکنن، اشکال ندار، ولی چیزی را که سوال کردن در ارتباط به زو ما منع شدیم، عقل ما قدر درایت نداریم، ذات خود الاقدس الهی است در ارتباط به خلقتش، چگونه آسمان برافراشته، زمین چگونه برافراشته، ولی در ارتباط به خلقت الله ما خود ذات الله نمیتونیم سوال کنیم که الله چنین است، الله چنان است و فلان و بسانزی قبیل ما رو سوال کرده. و یقینا نشاب سنگ ای چیز در واقع شما را نمیشه، پیشتر میریم با گفتن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله کسی مسلمان نمیشه. ما پیشتر گفتم ممکن آقای قادری تخصص در مسائل شریع دینی نداشته باشه، از قدر گلیم میایه که آقای قادری خوب است که مسائل اقتصادی سیاسی و مورد دیگه که بتانه مشکل کشا شوه و مثبت و مثمر در جامعه ما واقع شوه و جوان ها آگاه و بیدارشان میتونن نظر بتن، کلپ ها و ویدوهای بسازن، خدای ناخواسته خدای ناخواسته چیزی نگوین که دستاویز قرار بگیره به دشمنان دین، دستاویز قرار بگیره به دین ستیزا، دستاویز قرار بگیره و افراد اشخاص دیگه که بعدن شما خدای ناقصه شخصیت تان مکدر بسازه. کی میگه با گفتن کلمه لا اله الا الله کس وارد اسلام نمیشه یا مسلمان گفته نمیشه؟ از دیدگاه بس مسئله شریع دقیق میشه، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم مهربانی میکنن که من قال لا اله الا الله دخل الجنه، هر کس گفت لا اله الا الله وارد بهشت میشه. حدیث صحیح پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم است. آله ای از دل میگه یا سر زبان میگه، در روایت دیگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میگه هر کس گفت لا اله الا الله خونش، مالش، جانش، شرفش، آبروش همش در امان است، تو حق تعدی و تجاوز نداری و این حکم ما کرده نمیتونه، فلانی مسلمان است، فلانی کافر است، مرتد است. چرا؟ به خاطر که ما علیم به ذات صدور نیستیم، الله است که علیم است، پروردگار است که میدانه در قلب چی کسی چی است. حتی بس نمیخوایم طولانی شود، یک کس آمد در یکی از غزوات به نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک قصه بازگور کرد، گفت فلانی صحابه یکی از دشمنا را در میان دو صخره گیر کرد، ابتدا با شمشیر زد به دستش، تعقیبش کرد، در میان دو صخره گیرش کرد و او شخص گفت لا اله الا الله و این صحابی جلیل قدر رحم نکرد، گردنش زد. جنگ بود، داخل جنگ بود، یک زمان رو باز نگه که اسلام ببینید دین وحشت و دهشت است، که یک برنامه علایده است، کل متاسفان زود عزیزا حکم میکنن. جنگ بود، داخل جنگ البته، که طرف لشکرکشی کرده بود، در زیر زنق مسلمان ها با مدینه آمده بودن، اینا از جانشان دفاع میکردن. وقتی که زدش بعضی جوارات عمیق را که صحابی برداشته بود در میان دو صخره او را گیر کرد و زدش. بنظر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این شخص خواست، گفت چرا چنین کردی؟ گفت یا رسول الله از ترس جانش کلمه خواند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چهرهشان دیگرگون شد، گفت آیا سینیش شکافتی دیدی که از ترس جانش بوده یا سر صدق بوده است؟ هر کس گفت کلمه خواند وارد اسلام میشه. و متاسفانه خوارج امروز سعی تلاششان به است که به یک بهانه موتور از دین بیرون کنه، بگه مردم هم متنفر نسازیم از دین و این جسارت هم نکنیم که حکم کنیم که هر کس در بسا از موارد ما در مقابل متاسفانه آیات الله و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرار میگیریم، هر کس که با زبان گفت کلمه لا اله الا الله خونش، جانش، مال، شرفش، آبرویش همه چیز در امان است. برادر عزیز، اگه خدای ناخواسته ای رو تو هم حکم کنی و او گروگک های دیگه هم حکم کنه که امروز مسلمان ها را قتل عام میکنن، امروز مردم ها به بهانه مختلف کن مرتد شده، این منافق است، این فلانی است، این فلانی است، این زیر حکومت فلانی زندگی میکنه، گردن های مردم ها میزنن و هم میگن مسلمان نیستی ای طایفه و خودتان بگی پس چی مان؟
حالان که بنده خدا نماز میخوانه، حالان که بنده خدا کلمه میگه، حالان که بنده خدا روزه میگیره، ولی عناوین مختلفی میاد کشته نمیشه. از یک سمت که تو این موارد بیای دکته کنی و در درون نهاد مردم جا بدی، و از سمت دیگه اونا پس در قسم یک شرایط حساس ما نباید دستاویز دشمن قرار بگیریم. هر کس کلمه گفت لا اله الا الله وارد مکتب اسلام میشه و حسابه علی الله، حسابش با الله است. کسر صد گفته از روی در واقع منافقت. خب من تا جایی که میفهمم، یک چیزی که من متردد شدم، در یک جای آقای جمیل قادری میگه من از ملا متنفر نیستم، نفرت ندارم. ببینین اینجا ما نباید از ملا نفرت پیدا کنیم. من خودم از ملا نفرت ندارم اصلا. چرا نفرت داشته باشم؟ من دیوانه هستم بگم که در مغز و دل خود در باره یک کسی نفرت پیدا کنم و خودم در رنج باشم؟ نه خیر، من اصلا نفرت ندارم. خب ده این کلپ میگه که من از ملا نفرت ندارم، یعنی مواردی رو که گفتیم مسائل شکل نقد گونه بوده است و که نقد کردیم، ولی در جای دیگه میگه که یک داستان بازگو میکنه، یک داستان یک شخص جادوگره که اکثر جادوگران هم در افغانستان بنام ملا یاد میکنن و متاسفانه این پروردگار این روشن بینی را در ما ایجاد کنه که ما فرق بین عالم دین و کس که دکان دین فروشی باز کرده را پیدا کنیم، تفاوتشن. تعویزگرا و جادوگران متاسفانه ملا میگن در افغانستان، و کسی که جماعت میتونه مردم بلای الله خالصانه دعوت میکنه او را ملا میگن. خب به هر صورت یک داستان آقای جمیل قادری بیان میکنه، بعد در اخیر او کلب میگه که ما از اینمو قسمت تنفرم نسبت به ملاها پیدا شد. گوش کنین. اونمو زمانا بود که نفرت ما از این مردم ها شروع شد که چگونه با دختر خانما با خانما اینا بازی میکنن. در کلیپ قبلی گفت که من نسبت از ملاها نفرت ندارم، و در اون کلیپ دیگه گفت که من از اونمو تاریخ نفرت من نسبت به ملاها پیدا شد. برادر عزیزم گرانقدر، ما الله شاهد است که هیچ از روی کینه و کدورت مسائل برات نگفتم، باختر ازی که جوان آگاه هستی، مستعد هستی و همچنان مصدر خدمت واقع شوی به جوانای امثال ما، و تا ما بتانیم که کشتی شکسته این کشور به ساحل نجات برسانیم که در اعماق دلالت و گمراهی گیر مانده بیه که دست به دست هم دیگر بتیم، نه ای که ما خود ما را دستاویز دشمن قرار بتیم. کونا جسارت و جرأتشان ماسن دین ستیزا نسبت به اسلامی دین زیاد شد. دوباره تکرار میکنه، ممکن است هر کس اشتباه کنه. فردا شما احمد شهرام وفایی رو ببینین که یک عمل اشتباه و یک عمل گمراهانی انجام داده است. اسلام در ما تمام نکنین. این بنده خدا و کسی بود که کل روز مردم نصیحت میکرد. همین استاد شهرام نیست که 5 سال 6 سال استاد پهنتون بوده است و مردم هم به مکارم اخلاقی دعوت میکرد. ممکن اشتباه کنم، اسلام در من خلاصه نکنین، من در اسلام خلاصه کنین. اگر اعمال من مطابق با اسلام بود، بگین که یک مسلمان واقعی است و الله با اون شهادت هایی که شما میتین در روز آخرت با او فیصله خود کرد، و اگر اعمال زشت ناپسند انجام دادم از الله برای من هدایت بخواهیم. نه حکم عام نکنین که تمام استادا انسان های بد است. چرا؟ بخاطر که استاد شهرام یک زمان مردم کار خوب دعوت میکرد، بعد از پیش چی اگر ایولا برآمد. ممکن است فکر کنین که امیمه شیطان رجیم، از که دیگه مخلوق بدتر خود نمیتونه شده، شیطان رجیم از من جور شود، ولی اسلام در من خلاصه نکنین دیگه. از این خاطر برادر عزیز، خودت هم ملاهایی که آل از این اسم مقدس استفاده میکنن یا از این نام استفاده میکنن، نمیشه که اعمال تمام اسلام و قواعد اسلام در وجود اینا ما خلاصه کنیم. از توجه بیشتر باید شما در ارتباط به این مسائل داشته باشین. زمانی که کلیپ هایتان رو نقد میکنین عام صحبت نکنین، تمام ملاها نگوین، با این که اون فلانی آدم یک رسالت انجام داد، اون فلانی یک اشتباه را کرد، اون فلانی یک عمل اشتباه انجام داد. بازم از الله برتان کامیابی و موفقیت میخوایم. و شاید در اخیر این موضوع رو میگم، چرا من این کلیپ خواستم که همگانی بسازم تا همگی ببینن؟ با خاطر که شبهات خود ایجاد کرده بودی، همگانی ساخته بودی، و اگر این مکالمات و محاورات بین ما و خودت خصوصی یا شکل پرایویت می بود، من به شکل پرایویتی موارد برات میگفتم، ولی از این خاطر من همگانی ساختم که او شبهاتی که در ذهن جوانا یا هر تیف از افراد اشخاص در جامعه زندگی میکنن ایجاد شده به سبب حرفای خود
خودت خواستیم که اونمو شبهات حل شود. دوباره باز میگم و این نقد دوستانه بوده، برادرانه بوده، ما به شخصیت خودت و همچنان به کرکترت و ای که زحمت میکشی به خاطر روشنگری در جامعه و واقعا جوانایی که به مثل خودت انسان میبینه انرژی میگیره و روح انسان پرتلطف میشه. ولی یک سری از اشتباهات داشتی که ما خواستم را گشوزت کنم برات و در اخیر تقاضایم ای است یا ای که در ارتباط به مسائل شریک کلن صحبت نکو، مسائل شریک یا کلن صحبت نکو، یا صحبت میکنی کوشش کن که تخصص داشته باشی در مسائل شریک. مثلا سعی کن در این قسمت از کلپت در یک جای گفتی که بله آزا، اگر ای گپ ما، ای فتوای ما، اگر کدام گناهی را ما مرتکب میشم مشکل نداره، جای ما دوزخ، هیچ کدام فرقی نداره، شما جنت برین. خدای ناخواسته تحت این آیه قرار نگیری. سوریم باریک العنکبوت آیه 12 چی است؟ میگه گفتن که اتبعو سبیلنا ولی نحمل خطاياكم، رای ما را بگیرین، گپ و حرف ما را گوش کنین، خطاهای شما را ما حمل میکنیم. و ما هم به حاملین من خطاياهم، ای مردم هیچ کس گناه کسی دیگه را حمل کرده نمیتونه. و ما هم به حاملین، هیچ وقت اعمال را که آقای قادری گوجزت میکنه در صفات اجتماعی، هیچ وقت در روز آخرت از گناه شما کم نخواهد شد. اینهم لکاذبون، فقط دروغ میگن. بعد ادامه آیه سوریم باریکی العنکبوت چقدر جالب است، ولا یحملن اثقالهم مع اثقالهم، گناه خودم بار خواد کردن و گناه کسایی دیگه هم که به دلالت گمراهی عمل کردن. ولا یسالن یوم القیامت عما کانوا یفترون، و در روز آخرت از آن چیزی که افترا و دروغ بسته بودن سوال خواهد شد، سوال کرده خواهد شد. بنابراین دوستان عزیز، فکر میکنم که این کلیپ طولانی شد، شما رو به خداوند یگانه سپارم. البته در اخیر بازم میگم امیدوار هستم کلیپ های بعدی آقای قادری طوری باشه که ریشه در پیکری خودمانه باشه و به خاطر روشن ساختن مسائل که گیری های جامعه را بکشایه، انشاءالله اقسم کلیپ ها ثبت کنن و یکی از بیننده هایش مخاط بدونن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.